سلام روز مجدد خدمت شما، چون کلیپ هم نمیخواستم برای 15 دقیقه بشه، چون بالای بعد 5000 نفر من توی واتساپ دارم باید براشون بفرستم، در نتیجه برای 15 میک جواب نمیده و قرفر زیاد داره و کیفیت کار بد پایین. خدمت شما هستم که بخوایم ببینیم هدف ما چیست، چی کار میخوایم بکنیم، کجا میخوایم بریم. هدف اگه مشخص نباشه که بیراهه میریم. ما یک نفر داریم به نام شاهزاده رضا پهلوی، هم ولیعهد قانونی کشور هستند، هم کسی هستند که یک نعمتی است خداوند برای این کشور نگهداریش کرده بدون برو برگرد. وگرنه خیلی از کسایی که الان علیه ایشون صحبت میکنند، خود ایشون بهشون خدمت کرده، خود ایشون اووردشون از ایران بیرون، خود ایشون هزینهشو پرداخت کرده، خود ایشون لحظه به لحظه اینا رو ساپورت کرده و دنبال کارشون بوده. پس خدا حفظشون کرده عوامل نفوذی که اینجور نقش بازی کردن. بگذاریم، شاهزاده دو رقم نیرو میخواد، یکی نیروی داخل کشور، داخل زندان، جایی که دشمن هست، یک نیروی خارج از کشور، جایی که دستبالشون بازتر است. نیرویی که میخواد خونشو، کشورشو از دست دشمنهای تلفیقی از تمام افکار و عقاید ضد ایران و ایرانی دنیا خلاص کنه. بی نیرو میگن سرباز. از اون سرتیپ و سرلشکرش سربازند تا اون سرباز. سرباز یعنی سرش میخواد ببازه، میبازه تا کشورش آزاد کنه، این ننگو از کشور ترد کنه، میبازه که افتخار کنه که برای کشور، برای خونش، برای آتیه مملکت و مردمش جنگیده. خلاص باید یه گدهی باشن توی این کار دیگه. ما در یک جامعه دکتر داریم، پزشک، نرس داریم، پرستار داریم، میدونم راننده داریم، خراب همه چی داریم، سرباز هم داریم. اما این سرباز با اون سربازا فرق میکنه. الان کشوری در دست ما نیست، از دست ملت نیست که بتونن برن استخدام رسمی میشن، که بعدا میرن تو ارتش و نیروهای سگانه و امسار رو کار نداریم. فعلا ما نیروی خارج کشور اومدیم که اونها در بدر کردن، اپوزیسیون خارج کشور هستند. اینها افرادی هستند که برای آزادی مملکتشون از رهنمود شازه استفاده میکنند و تمام قد در اختیارشون هستند. تمام قد این افراد افرادی هستند که خالصانه و عاشقانه میخوان کار کنند، هیچ توقعی هم ندارن، همینقدر که همراه میشن، همگام میشن، هم صدا میشن، هم دست میشن برای آزادی مملکت، کشورشون، خونهشون به دستشون بیاد، یه سرپناه داشته باشن، هویتشون رو پیدا کنند، شخصیتشون رو پیدا کنن، اسمشون، اسم و رسمشون، وطنشون مشخص بشه، برگشت دستشون کافی. بعد از اونجا بستگی به توان و لیاقت و عرضه خودش داره. پس اینه که من میخوام به شاهزاده نزدیک، اون خب شاهزاده چی کار میخواد؟ شاهزاده دوانه نیروها میگرد. تو قصه قبلی گفتم براتون ماسه خیریه درست کرد، هر که ما کمک کنه اینجا خیریه نیست، اینجا نجات کشورمون، سرزمینمون از دست دشمن و اجانبی که هستن، جنایتکاری که به هیچ به خودشون رحم نمی کنه، بار ملت برسه. نیروهای داخل کشور تعدادشون زیاده، دستباشون بسته تره، نیروی خارج کشور تعدادشون کمه، دستباشون بازتره. هر کسی با هر چیزی که دستش برمیاد باید برای این آزادی کمک بکنه، هرچی. نه منت سر کسی داریم، نه منتی کسی رو میپذیریم و میایم صادقانه و خالصانه و عاشقانه کار میکنم. اما یه عده میان تو این وسط هوچیگری میکنن، آی دوز مثلا مهاجرانی. خب تو خودت مشخصه، تو که دیگه سابقت مشخصه، تو حالا بیجو بشه اپوزیسیون، یعنی برگردی کشور بگی منم بودم، تو چوب دوسر طلا هستی، هر طرف بری باختی، نه که تو امسات خیلی زیادن، خیلی شدن اپوزیسیون، حالا آی دوز میکنید، خودتون دوز بودید، کرباس چی، تو ایکس ایگرگ، بی بی سی، می بی سی، همتون دزدید شما، حالا آمد قاطی اینور شده که ما با شما هستیم، ملت نمیپذیره شما، اصلا شاهزاده رؤوف بخشنده اصلا شاهزاده کار نداره، ملت شما نمیبخشه،
قانون شما رو نمیبخشه، شاکیای شما شما رو نمیبخشند. تو ایران هر غلطی خواستی رو کردی، تازه سر قدرت دیدی، هر شکری خواستی خوردی، حالا میای قاطی اپوزیسیون میشی، تو هم تلویزیون حرف زدی اینجور مش، بعد میخوای برگردی کشور رات بدن. خب اونا جگرت در میارن، به دین توهین میکنی، پدرت در میارن، روزگارت سیاه میکنن. فکر کنی کارو میشین مبارز، تو نه مبارز که نیستی، چی ضد مبارزه هست. در نتیجه ما سرباز هستیم، سن سالون فرق میکنه، هدفون یه چیز هست، اتحاد آزادی. هر کسی که مردم ایران در هر لوایی بترسونه دشمن ملت ایرانه، هر کسی از پشت پرده ها صحبت کنه دروغ میگه دشمن ملت ایرانه، هر کس بیاد نمیدونم این سپاه این کاری همش دشمن ایران هستن، از تجزیه افراد دشمن ملت ایران هستن. کسی میاد از خونه خودش حرف بزنه که میخوان تفکیک کنه به چند قسمت تقسیم کنه، تو دشمنی، تو خائنی، تو مالکیت نداری، تو اصلا مالکیت این چی، تو یه کولی در بدر هستی، تعارف که نداریم که. حالا هم که کارا به سرانجام میرسه، رسیده دیگه، شاهزاده مشخص شد، دنیا شاهزاده قبول کردن، دنیا پذیرفتن، رهبر مشخص شد، خط مش هم دادن مشخص شد، این تبریک بزرگ واسه ملت ایران داره. از این خبر بالاتر بهتر بعد از 40 سال تمام دنیا ده بهشون گفتن آقا درسته. حالا که پولا رو خود چنگتون درارن خلاص میکنن، دوزی کردی اومدی اینجا پول اینجا باشه، بعد من اپوزیسیون اینجوری گفتم، من ال کردم، نه خیر عزیز من، این شوهای این حنادی رنگی نداره دیگه، تموم شده هستین شما. نه من اونجا اومدم تو روزنامه فلان گفتم، من جوری بخاطر جوری کی به خطر انداختی، واسه کی خودت برای خود درصد درست کردی، آتیش دامن خودت رو میگیره، این دستازه خود رو سرت خراب میشه. حالا هر چی میخوای بگو، امثال مهاجره چهار تا آشغال دیگه، اینا دارن دیوانه میشن، محف شهانت نور و سگ آب کنن. اینا الان میفهمن انسجام و وحدت یعنی چی، الان میفهمن که مردم خارج کشور با هم منسجم شدن، شازده ختمش مشخص کرده، به تک تک شخص ایرانی شخصیت داده، شخصیت رأی داده، انتخابش حق انتخابش رو داده، اینا دارن سکته میکنند. آقای مهاجرانی، ملت ایران 40 سال حرفای عراجیف شما رو گوش کردن، شما 1 ساعت 10 دقیقه گوش کردی، چیز توش برات در نیومد که شازده مثلا بیان یه چیزی بگن آره اینا که اپوزیسیون هستن خارج کشن سن مثلا باز برگرد دوباره، باز هم آزمودن خطا است، آزمودن خطا است، آزمودن خطا است. شما همه امتحانات رو پس دادید، همتون امتحانات رو پس دادید. با شازده عکس بگیرید نگیرید، هر کاری بکنید سر قصه تو کشوره، محاکمه شما اونجاست، پرونده هاتون اونجاست، خانه هایی که خراب کردید اونجاست، زندگی ها اصلا پاشندید اونجاست، دزدی هایی کردید اونجاست، جنایت ها اونجاست، اونجاست که خلاصه خرداغ میکنن، جگرتون رو در میارن. با این حرف ها با این مقرد سبیش هیچ جایی میزید، شازه ها پاکی در سمتون ریختند. و اونا که الفن نه، اونا که تأثیر کرده هستن، اونا که سازنده هستن، ملت ایران براشون فرش قرمز هم پهن میکنند. ما داریم خواهش کشور زیاد داریم، هر کس در یک جای خدمت میکنه، ایران نیاز داره به این هوای تازه، به این تخصصهای تازه. تو کشور 84.5 میلیون نفر نیرو در تحصیلات مختلف، چیزهای مختلف تو خارج کشور هم هستن، میان تلفیقی میشن با هم دیگه، یه اتحاد ایجاد میشه که شده الان با صحبت پریز شاهزاده، به اتحاد ایجاد شد. هر کس که از اینجا حرف زد خلاف این گفت، این متحد ما نیست، خودش رو مشخص میکنه، بچه میترسه دستشو بده که دستش رو بشه، رو بشه، رو هم میشه، رو هم میشه. من زنگ زدم به یکی از آقای که شبکه ها، میگه آقا چرا این فرانکس گذاشت این حرف بزنه، میگه آقا وقتی اتحاد ده، گفتم چطور اون حرف بزنه وقتی اتحاد نیست، و مشخص موضوع اطلاعاتی داد، گندش در اومد، گندشون در میاد، حتی من اهمیت نمیدم، اصلا اهمیت نمیدم، این همه باد هوا ساز من، چون من راهمو میدونم، خودم میشناسم، اطمینان از خودم دارم و میدونم که هیچ ریگی تو کفشم نیست، صادق سعی میکنم صادق باشم و همینی که هستم باشم. از همون مهمتر، نه توان کار دارم، نه کاری واسه خودم تعریف کنم، منافع خودم ندارم، من عاشقم، عاشق ملتمم، عاشق کشورمم، عاشق هویتمم، هر کشوری که پاسم گذاشتم یارو بلند شه جلوی پای من، نه که پرت کنه و بگه یه ساعت وایس اینجا، نه من دوباره اینم، عظمت کشورم عظمت منه، عظمت ملتم عظمت منه،
اسم کشورم بزرگ میشه، اسم ما بزرگ میشه، ما هویتم اونجاست. شاهنشاه رو فرمودند که ایرانی‌ها بهترین ملت دنیا هستن، چون در بهترین کشور دنیا به دنیا آمدن. حالا تازه میفهمید عظمت کشورتون چی بوده، چی بود. اون همه تبلیغات، جنگ، هر کاری کردن نتونستن. کاسه طلا رو خوردش بکنید، طلا جنسش میمونه، اصالتش میمونه. عزیز دلی ایام کام، حالا موزه خبر خوب باشید. من دارم مشورت میکنم، دارم کار قشنگ میکنم، رو فراخوان میخوام، آدم فراخوان باحال، جالب و دشمن کش، دشمن ضعیف کن، سیستم دشمن رو به هم بریزیم، کاری بکنیم که اصلا قاطی کنه. تا چه کردید؟ دارم مشورت میکنم، تا حالا هر چی مشورت کنم جواب داده. بعد دو سه نفر دیگه موندن که وقت گرفتم از شماشون صحبت کنم. اگر راهنمایی چیزی دارم من بگم که یه چیز خوب تقدیم دوستان عزیزم بکنم. عزیز دید، عاشق تک تکتونم، بی اراجیفم توجه نکنید. دنیا شاسر قبول کرد، یعنی دنیا ایران قبول کرد، دنیا فهمید اشتباه کرده و ایشون هم همه اختیار داد دست مردم، چون میدونه مردم توانمند و لایقی هستید. شک تری نیست. خدا نگهدار تا کلیپ فراخوان عمومی.